سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ریاکشن ویدیو دیگه. قراره با هم چیکار کنیم؟ دو تا فری استایل قراره با هم ریاکشن بریم. یکیشو خیلی زیاد معرفی کرده بودید و اونم کسی نیست جز آشنا که این روزا ترکونده. حالا اگه تو لایو ها بودید میدونید که راجبش قبلا خیلی صحبت کردیم و به شدت بچه با استعدادیه و قلم به شدت خفنی داره. اما قبل از اون به یک دوست دیگه میخوایم ریاکشن بریم، یک خانومی که یک فری استایل از خودش منتشر کرده و اونطوری که بهم گفتن دیس پوریه به اسم رژینا رپ که اسم پیجش هست و اسم خودش فکر کنم رژینا باید باشه دیگه و توی دیسکریپشن لینک اینستاگرام جفتشون هست، میتونید برید ببینید اگه حال کردید. اما قبل از اون یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم این دو تا فری استایل رو داشته باشیم. منصف اشغال بازی با این اوکیابی و های تقیقه نمیگیری رایگان یه خورده پروشی بده رسانه این که تو فدایی بلند بشی پوری آفق. میگفت رفت فارسی ویوهای تلاییش واسه دو نفره، یکی من یکی این که فدایی بلند شه تور سروش. اونو گفت نوکیا اینا نشون میدادن تو ویدیوشون، گفت منسوخ اشغال بازی با نوکیا. بعد ویو آی طلایی هم گفت حالا اون خورده بازی از روش نمیاد پول بده اینا، بس خود شاپور دیگه. اوکی فقط قسم باشه داری توی چش باشی ولی دقیقا نباشه داری بیره بهت باشی دیست میدی میداری یه حسنت میکنن داری پارازیت میدازی جوجه مرغا بی بر رو داری پارازیت میدازی جوجه مرغا برو که منو یاده زیرتون وان کیت میدازه یه ازاری برد نمیدارن تو رو جربان باش بر رو که اوتومه مشی جادات تا تخ میذاری بچه قلی رو پوله که تو درگای علو ببه ولی هنو نماده فقر سر شکله چون لبله تن میگه با علیبابه کلی پول در آوردی ولی سر و شکلت نماد فقره، یه جورای حالت چیز دیگه اون فریبی طور. اوکی اینه باشی جنر غاز بالا اومدی ولی مثل استفلاق کامنت ها تو ببینی مردم کردن دیزه به نسل ده نخوره هیچ جیره سیزه تو برو همون تراست لغ بشی فخمه نمیدونی جیره همسایات او میگه خدا مرهم با همه لخ میشینم توی تراسم. میگفت اوکی برو همونو بشیم ولی بقیه یه جیرایی خوشگل مشکل اینا دی. شاپور جان عزیزم ببین میتونستی چه پانچایی بزنی، نگاه کن تو خودتو تحویل نگیری کی بگیره. یه بار دیگه اینو گوش کنیم. منصف اشغال بازی با این اوکیابی و های تلایی رو نمیگیری رایگان یه پوره خورده پروشی بده رسانه این که تو فدایی بلند بشی پوری آف. چقدر هاچی فلوش روون داره میره. ای بابا فقط قسم باشه داری توی چش باشی ولی دقیقا نباشه داری بیره بهت باشی دیست میدی میداری یه حسنت میکنن داری پاراسیت میدازی جوجه مرغا بی بر رو یه هزاری برد نمیدارن تو رو تایگان باش بر رو که اوتومه مشی یه هزاری تو رو برد نمیدارن تایگان رو یادت تازه تا تخ میذاری بچه قلی رو پوله که تو در بای علو ببه ولی هنو نماده فقر سر شکله چون لبله تمینه باشی جنر غاز بالا اومدی ولی مثل استفلاق کامنت ها تو ببینی مردم کردن دیزه به نسل بالا اومدی ولی مثل استفراغ منظور کلیش بکنم اینه بالا آوردنت، خودت نیومدی بالا، تو رو بالا آوردن. اوکی تو برو هیچی رسیزه تو برو همون تراسه تو لغمه این فخمه نمیدونی کی رو همسایات رسیزه تو خودتو تحویل نگیری کی بگیره. بنازم دمش گرم دمش گرم. یه نکته اومد تو ذهنم، گفت دیس کردی مثل دخترها. گفت این چه دیسی بود، من یه دختری. بیا ببین عصبی نکن دخترها رو اینجوری نیست میکنن، دیس قوی بود باحال بود، کاش موزیکش میکرد یعنی کاش کامل بود. و دمش گرم دمش گرم. دخترها رو عصبی نکنید، یوها از شاگرد خود فدایی هم قوی تره. ببین ایول ایول باحال بود. خب از این بگذاریم، خیلی حال کردم با آهنگش، یعنی با فری استایلش خیلی باحال بود، هم اجراش هم اینا واقعا انتظار نشم انقدر باحال باشه تو همین یه کوچولو قشنگ پانچای درست و به جا. و ببین همین مثلا خود شاپور این همه فکت بود که میتونست بهش اشاره کنه، هیچ کدوم اشاره نکرد، یعنی نسبتا به خیلی چیزای کریر پوری اشاره نکرد که میتونست بکنه و دیس بکنه و دمش گرم این دوستمون خیلی درست اشاره کرد. حالا بگذریم از این کار، لینکش توی دیسکریپشن هست میتونید برید حمایت کنید، لینک اینستاگرامش من که خیلی باحال کردم حتما فالوشو میزنم. بریم سراغ بعدی، آشنای عزیز که این روزها داره میترکونه 15 میلیون و 7 میلیون و 8 میلیون رو اینستاگرام ویو زیاد، زیر 2 3 ساعت 1 میل ویو رو میزنه. و بریم آهنگش رو هم گوش کنیم، البته آهنگ که غلطه فری استایل.
این یه موزیک عادی نی دیسته دو سختر قبلیمه بشون. اگه کسی به محل سگ نمیده چون بعد من به کسایی دادی که سگ نمیده ای تو تچی که میگم و بچه گیمه و آدم بعد منم و اونم که بچه میدی خوبی یا تو هم که اصلا توی چشم نبوده اصلا تو رابطه من هر چیزی که بگم همونه همون و همونه فهمیدی میشه تو پسرمو تکر و خفیشش میا گردن دیگه کم کبوده دبی اصلا سبوش این دادشینه اون یکی هم میشه دوست پسر سارا دیگه نه بابا این یکی هم خیلی پسر خوبیه صبح منو مدرسه میرسونه بعضی وقتا که باشگاه میره وضع یاری دیگه خیلی خراب بود اگه اینجوری بوده دیگه خوردش اصلا چرا بودی این همه باش یکم چشاتو باز کن روی واقعیت چون که جلو من بکنی بحثای بیرف انقدر دوده تو استوری کردی اگه صورتت آتیش بگیره تشکیست میدن از چاک سینت حاجی خیلی تیکه پوری ها انقدر نوده تو استوری کرده همین تشخیصت میدن از چاک سینت اگه بسوز صورتت فلان و اینا خیلی قلمش خفیه این پسر تو نمیخورد همه قولاتم هم چه بیزوف سوخت من تا حالا تو اون من فهمن نخورده بودم نوتلا میخریدم عرض خانوم پریود بود دیر سیر زدن تباگ اینستا گوشی پنگیه شماره من باشه میسکاله میدونم ایش مشکلی ندارم با استفیه فقط چرا هر سری میخوره مردای 20 ساله چرا هرچی داشتیم شده هر دو ود بود تو رابطه بودی یادم رد و بچوز ببی بهم بگو ببی گل شب این فیلم چی بود 365 روز بابا فاک به تو فاک به فیلم فاک منو چرا به خود بنازم آجی خیلی قویه حالا یه مسئله که هست پس میگم فلوش اینا اولد اسکول و اینا اولد اسکول هم یه قسمتی از رپ دیگه حتما که نباید همه نیو بخونه ولی در کل بذار گوش کنیم اینو بعد بگم بذار تو تموم شه وای بما عاشقین که با سرم و افسدم وای ببین که میگیرم دد دخ دخ صافه میر بچ میگی بعد بچی تو سخت بشی رو چی انقدر آدم پشتت انگار ارتشی نداری تو لیا آدم پشتت انگار ارتش بعد ببین مهرمو کوبیدم صاف قیافت نمیر وای وای بو 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 بنازم آشنا اینجا رو میخواستم بگم آقا بالا بریم پایین بیایم فرم اجرای کار هر چی باشه میخواد جدید باشه بروز باشه اینها اون کلماتی که به ذهن میمونه تو یاد میمونه تو خاطرات میمونه ازش استفاده میکنی تو اون فلوه که استفاده نمیکنی مهم اینه که تای تای تایش مهم اینه که داره چی میگه موضوع چجوریه حالا هر چقدر مدرنتر جذابتر خلاقانه‌تر بیشتر هم میتونه حال بده ولی مهم اینه که چی میگه و به نظر من یه رپر اصل کارش پانچ چیدن و حرفی که داره میزنه مهمترین قسمت کارشه تا فرمه چون خیلی از فرمایی هم که بچه‌ها دارن اجرا میکنن با یک پرودوسر خوب در میاد میدونی یعنی شاید خیلی البته یه سری اسکیل و علم نیاز داره ولی اونقدر به قدرت خود رپره که چی کار است داره ها خیلی کمتر به نظر من و این از این و خیلی مهمه که چی داری میگی چجوری میشینه و با این سن از خیلی از بچه های نسل چهار تو همین آهنگ پانچ بیشتر زد یعنی پانچ از کریر بعضی دوستان بیشتر زد و رپر باید بلد باشه پانچ خوب بزنه انقدر خوشگل تو ذهنت هم میره جذاب دمش گرم خیلی امیدوارم به آینده آشنا و اگه درست هندل بکنه و بره تو دل داستان میتونه خیلی قوی باشه فقط یک داستانی که هست به نظر من به جای این همه فری استایل دادن باید رو موزیک کار کنه چون موزیک دادن با یه ورس خیلی فرق داره موزیکی که سه ورسی کورس یا هوک خواهد داشت داستانش یه چیز دیگه است و ما رپرهای خوبی تو دنیا داشتیم که خیلی خوب فری استایل میکردن مثل بیگ ال و استاد پانچلاین بودن هنوز که هنوز رو دستشون نیومده تون طوری که میرفتن جلو اون کاری که میکردن اما آهنگ موندگار خوب شاید آنچنان نداشتن اما کلمات رو رنده میکردن و فری استایل ها عالی و این دوتا چیز متفاوت درست جفتشون دارن رپ میکنن اما فری استایل کردن و اجرایی که یه ورسه خیلی بحث شده است با یه آهنگ کامل دوباره گفتم اینو و فکر کنم یه کوچولو باید تمرکزش رو بذاره رو اون و درسته حالا الان که ایمپرشن خوب گرفته داره تند و تندم کار میکنه که این خوبه این انرژی رو داره میذاره رو کار اما باید اگه میخواد توی به هر حال اینداستری موزیک باشه باید بره روی این داستان موزیک دادن سورس اونجا بازی فرق میکنه ببینیم اونجا چیکار میکنه خلاصه از این خسته نمیشید بگم به جفتشون رو خیلی حال کردم حالا رجینا رو نمیدونم چند سالشه و اینها ولی به سنش هم نمیخورد یعنی به استایلش اینا نمیخورد خیلی سنش زیاد بشه و اونم حال کردم خدا وکیلی از بعضی که از اکثر تیکه های شاپور تیکاش بهتر بود ترتمیزتر بود خلاصه این از این دمتون گرم مرسی که تو این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه لایک و سابسکرایب و کامنت انگلیسی یادتون نره تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه سی یو سون
دسته رو زود آوردم ولی سی